مردم. حکومت در تمدن‌های باستانی. حکومت‌های مدرن امروزی. چگونه ساختار حکومت‌های قدیم و جدید تعریف می‌شوند؟ رابطه مردم و حکومت از چه قوانینی پیروی می‌کند؟ کدام قوانین تعیین کننده و تضمین کننده حقوق شهروندان در برابر حکومت است؟ پاسخ را می توان در اصلی‌ترین قانون هر کشور یافت. قانون اساسی. قانون اساسی چیست؟ چه تاریخچه‌ای دارد؟ سیر تحول آن چگونه بوده است؟ تفاوت آن با قوانین معمولی چیست؟ دورنمای امروز پاسخی است به این پرسش‌ها. قانون اساسی چیست؟ قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی تعیین کننده نظام حاکم است. قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز باشد. روابط قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه باشد و قوای حاکم اعم از قوه مجریه، مقننه و قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر مردم دارند. علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می دهد. پیشینه تاریخی قانون و قانون اساسی چیست؟ در 1877 ارنست دادزک، باستانشناس فرانسوی، در اکتشافات خود در بین النهرین شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان که 2300 سال پیش از میلاد میزیستند به دست آورد. بر اساس آن بیوگان و یتیمان مالیات کمتری میپرداختند و قانون از آنها در برابر رباخاری ثروتمندان پشتیبانی میکرده است. قدیمیترین قانون مکتوب کشف شده در جهان قانون اوبرناموس که حدود 2050 تا 2100 سال پیش از میلاد به دستور یکی از پادشاهان شهر اوبر بر روی لوح سفالین حک شد. از دیگر قوانین در منطقه بین النهرین که نسخه از آن بر روی لوح سنگی حفظ شده، قانون حمورابی پادشاه بابل است که در حدود 1760 سال پیش از میلاد تدوین شده. این قوانین که به خط میخی نگاشته شده بودند به زبان امروزی ترجمه شده و برای تحقیق حول دنیای باستان به صورت کتاب درآمده است. یکی دیگر از مجموعه قوانین مشهور باستانی منشور کوروش کبیر پادشاه هخامنشی است که در 539 پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد. از این منشور به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام برده می شود و نسخه بدل آن در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک نگهداری می شود. نخستین قوانین یونان در آتن به سال 621 پیش از میلاد توسط دبیری به نام دراکو نوشته شد. این قانون بسیار خشن بود و در آن مجازات مرگ برای تمام جرایم در نظر گرفته شده بود. قانون اساسی آتن در سالهای 594 و 508 پیش از میلاد به ترتیب توسط سولون حاکم آتن و کلیستنس که یک اشرافزاده بود تغییر داده شد.
به گواه متون تاریخی، ارسطو فیلسوف شهیر یونانی نخستین کسی است که بین قانون اساسی و قوانین عادی تفاوت قائل شد. وی قانون اساسی را تبیین کننده جایگاه دستگاه دولتی می داند. آثار مشهور ارسطو مانند قانون اساسی آتن و اخلاق به بررسی قانونهای اساسی آن دوره به ویژه قانون اساسی آتن، اسپارت و کارتاژ می پردازد. در زمینه قوانین باستان باید به امپراتوری روم نیز اشاره کرد. نخستین بار امپراتور تئودوسیانوس در سال 438 مجموعه قوانین مشخصی برای اداره امپراتوری روم تدوین کرد. یک قرن بعد در 534 میلادی جوستینیان اول امپراتور بیزانس مجموعی از قوانین را تدوین و به اجرا گذاشت که در طول زمان تبدیل به تاثیرگذارترین قانون در اروپای قرون وسطا شد. قوانین در قرون وسطا چگونه بودند؟ ماگنا کارتا لیبرتاتوم یا منشور بزرگ آزادی، منشوری است که در 1215 میلادی در انگلستان نگاشته شده است. علت اصلی به وجود آمدن این منشور اختلاف بین کلیسا، بارونها و اشراف انگلستان و پادشاه انگلستان بر سر میزان و حد قدرت پادشاه بود. ماگنا کارتا پادشاه را وادار می‌ساخت که بخشی از حقوق خود را واگذار کند، به تشکیلات قانونی احترام بگذارد و قبول کند که قانون بر اراده شخصی او اجلیت دارد. ماگنا کارتا به پیدایش ایده حکومت مشروطه سلطنتی و تأسیس مجلس اعیان منجر شد. تغییرات بعدی و تأسیس مجلس عوام موازنه قدرت را به سود مردم تغییر داد. اکنون نسخه از ماگنا کارتا که توسط پادشاه انگلستان امضا شده در آرشیو ملی بریتانیا نگهداری می شود. اما قدیمی ترین قانون اساسی ملی که هنوز هم اجرا می شود متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است. این قانون در سال 1600 میلادی نوشته شده. قانون اساسی سان مارینو به زبان لاتین نوشته شده و شامل 6 دفتر است. و اما در آمریکا در 1639 مستعمره کنتیکت در آمریکای شمالی قانون را تهیه و در مرزهای خود به اجرا گذاشت. از این قانون به عنوان یکی از اولین قوانین اساسی منسجم در غرب و نخستین قانون اساسی در آمریکای شمالی یاد می شود. به همین دلیل به ایالت کنتیکت در کشور آمریکا لقب ایالت قانون اساسی دادند. در این قانون که سندی نسبتاً کوتاه است، برای نخستین بار از آزادی‌های فردی و نحوه ضمانت آنها توسط دولت سخن به میان آمده است. این قانون حدود قدرت دولت را نیز مشخص کرده و راهکارهایی برای اعمال آن حدود ارائه کرده است. بخش‌هایی از آن بعدها الهام بخش قانون اساسی ایالات متحده آمریکا شد. اولین قوانین اساسی در دنیای مدرن امروزی کدامند؟ در عصر روشنگری اروپا و در طول 50 سال از 1750 تا 1800 چندین قانون اساسی مدرن و تاثیرگذار ظهور کرد. قانون‌های اساسی جمهوری کوس و کشور سوئد نخستین نمونه‌های قانون اساسی مدرن پس از رنسانس هستند. در 1755 جمهوری خودمختار کوس قانون اساسی مدرنی را تدوین کرد و به اجرا گذاشت. این قانون اساسی تحت تأثیر افکار ژان ژاک روسو
و توسط پاسکال پاولی و همکارانش به زبان ایتالیایی نگاشته شد. از قانون اساسی کرد به عنوان نخستین قانون اساسی مدرن معاصر نام می‌برد. این قانون اساسی 14 سال در کرد رسمیت داشت تا اینکه فرانسه این کشور را در 1769 زمینه خاک خود کرد. ایالت ماساچوست در 1780 یعنی 7 سال پیش از پذیرفته شدن در ایالات متحده آمریکا قانون اساسی خود را تهیه کرد. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال 1788 نوشته شد و رسمیت یافت. 3 سال بعد در 1791 قانون اساسی لهستان، لیتوانی و فرانسه تهیه و به اجرا گذاشته شد. پادشاهی بلژیک در 1831، لیبریا در 1847، لوکزامبورگ در 1868 و کنفدراسیون سوئیس در 1874 از نخستین کشورهایی بودند که پس از آن اقدام به تدوین قانون اساسی برای خود نمودند. اولین قانون اساسی در ایران چگونه شکل گرفت؟ قانون اساسی مشروطه اولین قانون اساسی ایران بود که در 8 دی ماه 1285 خورشیدی به امضای مظفرالدین شاه رسید. این قانون 51 ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد. به همین دلیل در آغاز به نظام نامه نیز شهرت یافت. این قانون پس از موفقیت مشروطه خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود. در نتیجه در آن به حقوق ملت و اختیارات حکومت نپرداخته بودند. برای رفع این کمبود متمم قانون اساسی تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمد علی شاه نیز آن را در 14 مهر 1286 خورشیدی امضا کرد. این قانون و متمم آن تا 1357 که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد قانون اساسی ایران بود. قانون اساسی رژیم آخوندی چگونه تحمیل شد؟ طبق رویه و سنت‌های دموکراتیک نمایندگان همان مردمی که رژیم قبلی را نامشروع اعلام کرده و آن را ساقط کرده بودند باید قانون اساسی جمهوری تازه تأسیس را می نوشتند. نمایندگانی که با رأی آزاد، مساوی، مستقیم و مخفی مردم بایستی انتخاب می شدند و بعد قانون پیشنهادی هم بایستی به نظر پرسی آزادانه مردم گذاشته می شد. اما خمینی خیلی خوب می دانست که اگر این چیزها را بپذیرد کنترل مجلس مؤسسان که وظیفه تهیه و تدوین قانون اساسی را بر عهده دارد از دست او خارج می شود و آنچه مورد نظر اوست پیش نمی رود. به همین دلیل خمینی اجازه تشکیل مجلس مؤسسان را نداد و با ایجاد مجلس خبرگان ارتجاع قانون اساسی دلخواه خود را به تصویب رساند. اقدامی که نقض حاکمیت مردم بود و حاکمیت ولی فقیه ارتجاع را رسمیت بخشید. قانون اساسی دستپخت خمینی حکومت مطلقه فقیه را که همان سلطنت مطلقه آخوندها باشد بر مردم ایران تحمیل کرد. قانون اساسی حکومت خمینی تمامی حقوق دموکراتیک مردم ایران را نقض می کند. شکنجه و کشتار و اعدام و دست و پا بریدن را با سوء استفاده از نام اسلام رسمیت می بخشد و صدور ارتجاع و تروریسم را قانونی می کند. مجاهدین علاوه بر دلایل سیاسی و حقوقی با استناد به قرآن و نهج البلاغه و حکومت حضرت علی و طرز عمل پیامبر اکرم صلی الله علیه از همان ابتدا قانون اساسی خمینی را رد کردند.